جان بولتون در مقاله‌ای در هیل نشریه کنگره آمریکا رژیم آخوندی را بانکدار مرکزی تروریسم بین‌المللی دانست و ضمن رد این استدلال مدافعان برجام که لغو این توافق منجر به تسریع برنامه اتمی رژیم خواهد شد نوشت: مدافعان برجام تقریباً بدون استثناء اذعان می‌کنند که این توافق در برگیرنده نواقص جدی و مستلزم اصلاحیه‌های قابل توجه است. کاملاً قابل فهم است که رژیم ایران فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات اتمی خود را در اماکنی که به سادگی قابل کشف باشند و تأسیسات شناخته شده مثل نطنز و اصفهان انجام نخواهد داد. احتمال بسیار جدی‌تر این است که طراحی کلاهک اتمی و مواردی از این قبیل در تأسیساتی همچون پارچین انجام شود که آژانس هرگز دسترسی کافی به آن نداشته است. لذا این عجیب نیست که آژانس از بازرسی پارچین منع می شود. بولتون افزود: لغو توافق باعث نخواهد شد که رژیم ایران بیش از وضعیت کنونی و در عین اجرای برجام خاورمیانه را تهدید کند و یا از تروریسم بین المللی حمایت کند. رفتار خصمانه رژیم تهران در خلیج فارس و استمرار نقش آن به عنوان بانکدار مرکزی تروریسم بین المللی را در نظر بگیرید. مسئله اصلی این است که رفتار رژیم ایران بعد از دستیابی به تسلیحات اتمی قابل حمل چقدر بدتر خواهد شد؟